جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک در شورای امنیت ملی کاخ سفید، 27 جولای، 5 مرداد، در مورد وضعیت مذاکرات اتمی گفته است. برجام جدید به طور کامل تکمیل شده و روی میز است و جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد که آیا توافق جدید را میپذیرد یا نه. به گزارش وبسایت کاخ سفید، این مقام آمریکایی توضیح داد: اول اینکه ما نسبت به اینکه رژیم ایران هرگز به توانمندی تسلیحات اتمی دست نیابد متعهدیم که این را رئیس جمهور بایدن در سفر اخیر در خاورمیانه هم گفته است. دوم اینکه رئیس جمهور معتقد است دیپلماسی بهترین مسیر برای رسیدن نتیجه است. سوم اینکه مذاکرات در مورد برجام جدیدی که کامل تکمیل شده روی میز است و اکنون بر عهده ایران است که باید تصمیم بگیرد آیا این توافق را میپذیرد یا نه، و ما هنوز امیدواریم که آنها از آن تبعیت کنند. کربی افسوده: این فقط ما نیستیم، شرکای اروپایی ما نیز همینطور فکر میکنند. اما رئیس جمهور اطمینان داد: ما به دنبال منافع امنیت ملی آمریکا در منطقه خواهیم بود و اطمینان پیدا می‌کنیم که توان دفاع از خود و کمک به دفاع از امنیت شرکا و متحدانمان را در مقابل طیفی از رفتارهای تهدید آمیز رژیم ایران خواهیم داشت. توانمندی فزاینده موشک بالستیک جمهوری اسلامی همچنان بیشتر می شود. حمایت آنها از گروه های تروریستی و تهدیدات آنها برای دریانوردی همچنان ادامه دارد و مسئولیت داریم که آمادگی داشته باشیم و برای تهدیدات آماده خواهیم بود. این مواضع از سوی یک مقام بلند پایه کاخ سفید پس از آن مطرح شد که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در روزنامه فاینانشال تایمز خبر داد که پیشنهادات جدیدی برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا ارائه داده است. بورل در توضیح محتوای نسخه پیشنهادی جدید معامله با جمهوری اسلامی گفته بود: محتوای این توافق بی‌نقص نیست، اما در آن به همه عناصر ضروری پرداخته شده و در بردارنده مصالحه‌های سخت حاصل شده توسط همه طرفین است. حالا با سخنان کربی به نظر می‌رسد که کاخ سفید رغبتی به نسخه بورل نشان نداده است. این موضوع را که جان کربی یک روز بعد از انتشار این یادداشت جوزف بورل اعلام کرده، مذاکرات در مورد برجام جدیدی که کامل تکمیل شده روی میز است، میتوان نوعی پاسخ غیر مستقیم به بورل دانست. جان کربی همچنین بر ادامه تهدیدات موشکی و منطقه جمهوری اسلامی و ضرورت مقابله با آن تأکید کرده. در حالی که بورل در یادداشت خود در فاینانشال تایمز تلویحی اشاره کرده این پیشنهاد نواقصی دارد و برای دستیابی به توافق برخی مسائل از جمله فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی مواردی است که باید بعداً به آن پرداخته شود. در همین ارتباط بیلی لانگ، نماینده کنگره آمریکا و عضو کمیته انرژی و تجارت، درباره رد پیشنهاد جوزف بورل برای نهایی کردن توافق هسته‌ای در توییتی نوشته: بورل رهبر سابق سوسیالیست‌های اسپانیا گلوبالیست شده و از جو بایدن می‌خواهد تا توافق اتمی با ایران را نهایی کند. رژیم ایران آشکارا خواهان نابودی آمریکاست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی را در حال دروغگویی درباره برنامه غنی‌سازی هسته‌ایش گیر انداخته. چرا بایدن آمریکا را به خطر می‌اندازد؟ پیش از این نت پرایس،
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در ارتباط با نسخه بورل گفته بود مبنای متن جدید آقای بورل همان پیشنویسی است که از ماه مارس آماده بوده است. ما در حال بررسی تغییراتی هستیم که از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. برخی منابع گزارش می‌دهند که غربی‌ها در مورد ضرورت توافق به جمهوری اسلامی اولتیماتوم داده‌اند، اما برخی دیگر این ادعا را تایید نمی‌کنند. آمریکایی‌ها جمهوری اسلامی را متهم به زیاده‌خواهی و مطالبات فرابرجامی می‌کنند، اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم می‌گوید ما هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه و هیچ گونه مطالبه فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم. وی توضیح نمی‌دهد اگر چنین است پس چرا برجام به فرجام مطابق میل جمهوری اسلامی نمی‌رسد؟